گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که 60% از کارگران ایران فاقد بیمه هستند، یعنی میلیون‌ها کارگر برخلاف قانون کار جاری از هر گونه مزایای بیمه محروم شدند. روزبه بلحری گزارشگر رادیو فردا ساعتی پیش در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا به تحولات قانون کار در سال‌های اخیر پرداخته، تحولاتی که علیه حقوق و مزایای کارگران بوده. در حقیقت پس از تصویب قانون کار که الان در جمهوری اسلامی ایران باید به اجرا در بیاد در سال 1369 خورشیدی، از اون زمان به این ور تغییرات بسیاری در قانون کار تحت عنوان اصلاح قانون کار صورت گرفت. یک سری قوانین تغییر کرد. به طور مثال در دوره هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی مثلا کارگاه‌های یا واحدهای کوچیک تولیدی با 10 کارگر و در دوران محمد خاتمی با 5 کارگر از شمول قانون کار خارج شدند، یعنی هیچ گونه مزایایی به کارگران تعلق نمی گرفت و خب بازرسان قانون وزارت کارم اگر می‌خواستن برق خوردی بکنن اجازه نداشتند و دیگه به کارفرما بستگی داشت که چه رفتاری با کارگرانش داشته باشه. در دوران محمود احمدی نژاد کارگران مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج شدند. این باعث شد که بخش زیادی قابل توجهی از کارگران نتونند از مزایای قانونی که برای قانون کار پیش بینی شده بهره مند باشند. این به مرور به موازات این که شمار کارگران غیر رسمی افزایش پیدا کرد که الان در حدود 98% کارگران قرارداد غیر رسمی دارند، به موازات اون ما شاهدیم که مدام از این مزایا برای کارگران کاسته شده. حالا این شاید آماری هستش که مرکز پژوهش‌های مجلس میگه، اشاره نکرده که این آمار رسمی بوده یا حتی کارگرانی که در کارگاه‌های زیرزمینی یا در حقیقت زیر پله‌ای که موسوم هستش دارن کار میکنن، اینها هم جزء این آمار، یعنی اینکه از حق بیمه برخوردار نیستن، قرار گرفتن یا نه. چون این رو در نظر داشته باشیم که در بسیاری از این کارگاه‌های زیرزمینی و زیرپله‌ای زنانی هستند که سرپرست خانوارند و برای تأمین زندگی خودشون و خانوادهشون دارن کار میکنن بدون برخورداری از مزایای قانونی. اما باز اینجا یک سوال پیش میاد، چرا چنین روندی از سوی کارگران پذیرفته میشه؟ میشه خیلی راحت به این پاسخ داد: وجود ارتش بزرگ بیکاران که حاضرند حتی شاید با رقم کمتر و یا اون چیزی که کارفرما بهشون ارجاع میکنه بپذیرند و کار بکنند. این باعث شده به خاطر اینکه امنیت شغلی ندارند تن به این سختی ها بدند. حالا البته در برخی از جاها ما شاهد مبارزات صنفی هستیم برای اینکه این روند تغییر بکنه. با این حال هنوز روند کلی حاکی از این هستش که همونطوری که مرکز پژوهش‌های مجلس گفته 60% کارگران ایران فاقد حق بیمه باشند.